مهدی مهدوی‌آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان با ما همراهی می‌کنند. رکوردزنی لحظه‌ای شاید بشه گفت در بازار ارز و طلا ادامه داره آقای مهدوی‌آزاد، اما این جمله علی کریمی هم در واقع جای بحث داره، جای صحبت بیشتر داره، اینکه گفته به جای اینکه مستند بسازید فکر دلاری باشید که داره به 50,000 تومان میرسه. در واقع با این شرایط معیشتی که الان ما مردم باهاش طرف هستن چطور دارن زندگی میکنن؟ بله ببین، ما چیزی داریم به نام بیکاری، یک شاخص درصد تو ایران یا همه جای دنیا میتونید بگید، یه شاخصی داریم به نام تورم، خیلی راجبش میشه همه جا حرف زد. اونتا موقعی که بیکاری و تورم رو جمع میزنن، یعنی یک شرایط ترکیبی، یک بحران ترکیبی هست، اقتصاددان اسمش رو میذارن شاخص فلاکت یا میزر ایندکس. راجبش تو ایران صحبت کردیم که ایران الان یکی از بدترین وضعیت‌ها در دنیا رو داره. منظورم این هستش که بعضی وقتا مشکل شما یکی هست، وقتی بعضی وقتا اما مشکل موقعی پیچیده میشه، چندین بحران رو دوشتون حس می‌کنید، دیگه فقط مسئله فقر یا یک مشکل نیست، انبوهی از بحران هست که ممکن کمر شما رو خم بکنه، و این الان شرایط امروز جامعه ایران هست. بحران اقتصادی که هفت دهک جامعه رو برده زیر خط فقر مطلق، در واقع در تامین پروتئین نشون دچار مشکل هستن. این بحران اقتصادی فقط یکی از ابعاد بحران هست. موقعی اینو شما ترکیب کنید با ناامیدی از آینده، اینکه دورنمایی وجود نداره حکومت خوش عوض کنه، ترکیب کنید با فشار اجتماعی، با ناامنی که زنا حس می‌کنن سر گشت ارشاد گرفتن پلیس، ترکیب کنید با فساد، با فاصله طبقاتی عظیمی که وجود داره، و بعد با قوانین ایدئولوژیک، بعد ترکیبش کنید با دیکتاتوری، استبداد، اینترنت نداره، یه فیلم نمیتونی ببینی، یه موسیقی ببینید، مجموع اینا رو ترکیب بکنید، اون موقع به این نتیجه میرسید که چرا ایران 1401 بالاترین شاخص در واقع سقوط آزاد رشد جمعیت رو داشته. یعنی در تاریخ، اونجا که من میگم از بعد از جنگ جهانی دوم چنین آماری ثبت نشده، کشوری اینچنین سقوط آزاد بکنه، نرخ باروری در اون نرخ تمایل به رشد جمعیت یا فرزند آوری در بین زوجهای جوان، در واقع شاخص اصلی این هست. واقعیت است که بحران اقتصادی یک بحران هست، ترکیب اینها باعث شده که ایران الان یکی از بدترین نقاط روی زمین تبدیل بشه. ایرانی که بالقوه یکی از ثروتمندترین زیباترین کشورها هست، واقعیت است که مجموع شرایط اجتماعی اقتصادیش تبدیلش کرده به یکی از سخت‌ترین شرایط امروز در کره زمین. خب آقای مهدوی‌آزاد، مسلما تبعات اجتماعی و سیاسی بسیاری هم در پیش خواهد داشت این از هم گسیختگی اقتصاد در ایران، درسته؟ ببینید اصلا دقیقاً همینطور هست. یعنی یک آموزه کلاسیک هست، شما از فقر یا به معنی مثلا رشد اقتصادتون کم باشه، اینا همش قابل جبرانه، اینا میشه درست بشه. شما به یک آدمی که فقیر هست همین که پول بدید، خب وضعش خوب میشه. یک کشوری که چیزی نداره، ببینید امارات چه رشدی داشته، اگر بودجه داشته باشه، پول داشته باشه، میتونه یه دوران باشکوه سازندگی رو توسعه کنه. اما این شرایطی که امروز ایران داره مسئله فقر نیست، برای همین هم است که آسیب‌هایی داره جامعه ایران می‌خوره که بعضی شاید ده‌ها سال زمان ببره بتونید شما اصلاحش بکنید. یک سری از تبعات مستقیم کلاسیک این نوع فقر، این نوع فشار اقتصادی، این نوع فشار سیاه اقتصادی رو خب همه هم میشناسیم. افزایش جرم جنایت رو میدونیم، افزایش درگیری خیابان رو میدونیم، بالا رفتن شاخص سرقت رو میدونیم. این روش های پیچیده ای که الان توی سرقت شما در ایران میبینید، از کیف زنی بگیرید تا نمیدونم کیف قاپی بگیرید تا موبایل دزدیدن و غیره، اینا رو شما خب شاخصش رو میبینید. اینا به هر حال یکی از تبعات فقر هست. اعتیاد رو باز ما میبینیم. شاخص های ثانویه فقر رو هم باز همه میبینیم، افزایش مثلا طلاق، افزایش بحران های اجتماعی و چیزایی که تو این زمینه باز دوباره به چشم میاد. منتها بعضی از تبعات این نوع فشارهای اجتماعی اقتصادی واقعی است که به چشم نمیاد به همین سبب. بله. نظام پزشکی زمانی اعلام میکرد که یک سوم جامعه ایران، بیش از 30% جامعه ایران روی یه جورایی روی طیف شیزوفرنی هست. این یکی از مقامات وقت شورای عالی نظام پزشکی گفت و هیچ گام کسی تکذیبش نکرد. در مورد آمار افسردگی چیزایی که گفته میشه اصلا تکان دهنده است. مجموع این شرایط، بله، ایران نه تنها بحران عظیم اقتصادی رو داره تجربه میکنه، یک ترومای عظیم اجتماعی رو تجربه میکنه و دهه ها طول خواهد کشید این بحران از سر نسل جوان ما بگذره و اونها فراموش کنن. خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای مهدوی‌آزاد. مهدی مهدوی‌آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان.